داش 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 داش. سلام علیکم دایی، خوش اومدی به شبکه یوتیوبی من. من واقعا خستم دیگه از این استایل. با خودم آوردمش که فکر نکنی ندارم و دارم زیرش میزنم، منتها ویدیو امروز استثنان اصلا به این سیس ربطی نداره. چالی چاپلین شدم. داشتم میفهم میکردم که من اصلا تا حالا نشده که تو این قسمت شهرک آدم رد شد. سیس کنم با این جدی ترم، ولی میخوام یه لاتی باشم که تیپ زده برات. مخلص، امروز روز عزیزیه، امروز روز عاشقان موزه. ما دو تا ویدیو خیلی جدی داریم تو شبکه یوتیوبیمون که اختصاصش دادیم به روز موز، همونطوری که خیلی ها وقت و انرژیشونو دارن پای این میذارن که ببینن آیا واقعا من فن افشینم یا دارم مسخره بازی در میارم. هیچ وقت هیچ کس نمیفهمه این دوتا ویدیو جدی تو چنل من آپلود شده یا شوخی. امروز قراره 8 تا از لحظات موزی تو تاریخ رو با هم دیگه بررسی کنیم، لحظاتی که اصلا باورت نمیشه موز چه نقش مهمی توش داشته. بدون اینکه وقت تو بگیرم میرم سراغ اولیش، جنگ موزها. اوایل دهه 20 یه سری از شرکت هایی که یه نقش مهمی تو تولید موز داشتن، دارم راجع به آمریکا صحبت میکنم، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، مثل یونایتد فروت کمپانی و یه سری شرکت هایی که موز تو چنگشون بوده، اینا انقدر مونوپول این قضیه رو داشتن و انقدر براشون مهم بوده که موز باید از زیر دست ما رد بشه و همینجور الکی نیست تو فردا بخوای بیای موز چیز کنی و اینا، که تو یه سری از سیاست های دیگه هم دخالت میکردن. بعد به این کشورها میگفتن جمهوری موزی. این قضیه انقدر جدی بوده که اصلا بعضی موقع ها تو یه سری شاخه های سیاسی دیگه هم اینا دخالت میکردن و یهو یه جای دیگه کودتا میشده. راجب موز داریم صحبت میکنیم دیگه، نه؟ دو، استفاده از موز به عنوان یک نماد سیاسی باورت نمیشه، نه؟ اینو ببین. این ویدیو برمیگرده به سال 2014 تو جریان بازی بارسلونا که یکی از طرفدارای تیم مقابل یه موز پرت میکنه جلوی دنی آلوز که این یه توهین نژاد پرستیه، حالا یا به خاطر رنگ پوستش بوده. حرکتی که این آدم میکنه جالبه، موزو میاد وا میکنه، اون قلفتیشو ور میداره میخوره، همه این حرکتشو خیلی تحسین میکنن و میگن آقا دمت گرم هستمت، یه جنبش را بندازیم. من خودم یه قسمتی از این جنبش میدونم، چون به طور جدی احساس میکنم من میمونم. حالا شاید بد به نظر برسه، میمون بودم، بماند که تو هم میمون بودی، فقط میخوای بهش فکر نکنی. یه لحظه کلیدی و تاریخی دیگه برمیگرده به سال 1633 لندن، لحظه ای که برای اولین بار موز تشریف آورد تو کشور انگلیس و مردم چشمشون به جمال موز باز شد. این میوه رو برمیدارن از هند میارن تو انگلیس و پشمای همه میریزه، تبدیل میشه به یکی از محبوب ترین میوه های توی اروپا. حالا تو فکر کن هنوز نمیدونن موز با زندگیمون میتونه چیکار کنه، فقط قیافه رو دیدن از رو ظاهر قضاوتش کردن عاشقش شدن، باطنش رو بشناسن که میمیرن براش. برای چارومی بریم سراغ خوشمزجات. یامی. قضیه برمیگرده به سال 1904. ما با یه شخصی کار داریم به اسم دیوید استریکلر. ایشون اومده موز که ها، بستنی هم که ها، چند تا سس هم که ها، حالا همه اینا رو بکنیم تو هم دیگه، اسمشو بذاریم بنانا سپلیت و این میشه یکی از محبوب ترین و شاید اولین دسرهایی که بیسش موزه. بنانا اسپلیت میخوام جدی. پنجمی خیلی غم داره، اسمش بحران موزیه. سال 2013 یه ویروسی به اسم پاناما میاد اینجوری ویژ میره تو جنوب شرق آسیا، کشورهایی که تولید کننده اون موز خوشگلان، یعنی اصلا موزخیز، همه دنیا چشمشون به اون کشور هاست که ببینن کی موز میدن. میاد این ویروسه میره میزنه تو مزارع و بیس موز این کشور ها و با خاک اکسام میکنه قضیه، جوری که اصلا کل دنیا نگران بودن، یعنی اصلا نگران بودن که دیگه چشمشون به جمال موز باز نشه. شاید باورت نشه ولی این ویروسه هنوز هست، میگن اصلا نسل موز رو داره تهدید میکنه، رو به انقراض قراره ببره، چون فقط این ویروسه اومده که پدر موز رو دراره. با خیار و گوجه و نارگیل کاری نداره، میاد تو مزرعه میگه موز کجاست.
تلافم از شیشومی، ولی بازم میگم به خاطر اینکه یه سری ها یا اون استوریامو ندیدن یا اون ویدیو سال قبل رو ندیدن. موز و هنر معاصر. It's Maurizio Catalan's latest work of art. It's called The Comedian, entertaining art lovers from around the globe. سال 2019 یه به اصطلاح هنرمند ایتالیایی به اسم موریزیو کاتلان میاد چیکار میکنه؟ میاد یه موز رو اینجوری ور میداره میزنه رو دیوار، روش هم یه چسب میزنه، بعد به قیمت 120 هزار دلار میفروشتش. تا اینجا شوکه. یه آقای دیگه ای میاد این موز رو ور میداره میخوره، تموم میشه. یعنی یه سری ها تو اون فاصله که این موز رو فروخته بوده داشتن اصلا بحث میکردن که هنر داره به کجا میره. یکی دیگه میاد اینو میخوره میره و ازش با عنوان هنرمند یاد میشه. یعنی شما هر جایی تو هر خبری تو هر تیتری راجع به این سناریویی که برات تعریف کردم بخونی، ننوشته یه الدنگی اومد اونو کند رفت. شما تیتر رو اینجوری پیدا میکنی که یک هنرمندی یک موزی میزنه به دیوار و یک هنرمند دیگری این موز رو بر میداره و شاف و میخوره. بعد میدونی من بعضی موقع ها میشنم با خودم فکر میکنم میگم نکنه حسودیت شده یارو بدون هنره. خیلی خوب، تو هم برو یه کاری بکن، برو یه کاری بکن، برو موزه تو اصلا بخورم بهت بگم هنرمند، چه اشکالی داره؟ چون ما دستمون به گوش نمیرسه داریم میگیم پیف پیف یا واقعا پیف پیف؟ اینو بهم بگو، این خیلی مهمه، چون جدیدن توی سوشال مدیا این مدلی شده. شما وقتی یه چیزی رو داری نگاه میکنی، خودت که انجام ندادی که، یکی دیگه داره یه کاری انجام میده، بعد همه میریم با دارت یارو رو سیبل میکنیم، فقط به یارو پرت میکنیم که تو جوادی، تو خزی، تو چرکی، تو چندشی، تو فلانی. ولی اگه ما خودمون دنده بخوریم اون کارو میکنیم یا نه؟ سوال من اینه. میگم من یه سری استانداردا دارم که یه سری کارو نمیکنم. هر چقدر من دنده بدن من الان اینجا لخ نمیشم برقصم، چون یه سری تصویرهای دیگه ای از من قبل از این داستان بوده که بعد از اون داستان عوض میشه. من نمیخوام اون تصویر عوض شه، ولی تا یه حدیش شاید حال داد. نه شوخی کردم. یعنی بعد هفتمی یه چک محکم بزن تو گوش خودت ببین بیداری یا نه، چون تایتل هفتمی اینه موز و مهندسی ژنتیک. میگه دانشمندا صبح و شب دارن وقت میذارن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن به کمک علم ژنتیک یه تأثیری بذارن رو گونه های جدید موزا که در برابر ویروس ها و بیماری ها مقاوم تر باشن. بعد من هنوز دارم فکر میکنم چرا یکیشون برای خندم که شده فسنجون کامپکت اختراع نکرده. یعنی یه بچه فسنجونی که این اصلا انقده، اینو ورداری اینجوری بذاری تو ماکروویو، اونو بچرخونی بری اونور بیای یه ظرف فسنجون به تحویل بده. من آخرم باید اینو خودم اختراع کنم. واقعا چرا دارین مهندسی ژنتیکو با موز میکس میکنین و وقتتون رو تلف میکنین؟ الان البته وایسایل هست، مراسم شروع شد، بشین بشین که الان قرار از کنگره مهندسان ژنتیک یه عده بیان، یه سری هم حامی های موز بیان، اینا الان همه میان علم به دست تو کامنت. تو گاف چه میفهمی از ژنتیکی که به موز ربط داره؟ واقعیتش هم اینه که چون نمیفهمم دارم با شوخی میکنم دیگه، وگرنه که این قفسه سینه من در اختیار تو. بیا شلیک کن، یه دقیقه کامبیزو صدا کنین بیاد. ستون هشتمی مخصوص خودته، موز در فضا. میگن اومدن بین فضانوردا یه نظرسنجی انجام دادن، بعد فهمیدن نه شوخی میکنم نظرسنجی اینا نبوده، ولی اومدن همینجوری پرسیدن لفظی، گفتن آقا کدوم میوه رو هستی؟ همه گفتن موز. مثلا من اگه خودم یکی از فضانوردا بودم با اینکه میمیرم برای موز، عاشق موزم، میگفتم سیب، سیب باحالتره، اصلا سیب به فضا میاد. یعنی تو سیبو میتونی تو پروژه آرتیمیس کجای تو اون یارو سفینه و اینا نگاش کنی، ولی موز انگار دقیقه 90 که مثلا داشتی سوار اون میشدی ببندی بری بالا، یهو یه نفر یه موز انداخته تو درو بسته، موز اشتباهی با تو اومده اصلا تو مهر. بعد میگه اصلا به خاطر اینکه راحت الحمله، یعنی راحت میتونی حملش کنی. کی میگه همچین چیزیو؟ موز اصلا اذیته، اصلا اصلا حمل نکردنی ترین میوه است. قیافش رو دیدی؟ بعد اصلا میگن تو ماموریت‌های آپولو موز یکی از ارکان اصلی بوده،
که بیشترین تعداد فرستادن به فضا رو داشتن که آقا اینا رو بفرست بره بچسبه به کمرشون، عشق کنن، گوش بشه به وجودشون. اصلا کی فکر میکرد من و کامبیز اینجوری تو فضا لینک شیم؟ یعنی حلقه اتصال ما دو نفر یه موز باشه تو فضا. تازه میمون هم فرستادن. الان دارم پلنتو میفهمم، الان همه چی داره برام منطقی میشه. ما نفهمیدیم چی شد پلنتو ساختیم، ولی دلایل در تاریخ موجوده. خیلی وقتتو نگیرم، سرت هم درد نیارم. این یه ویدیوی کاملا بی دلیل و بی ربط بود. اگر امروز ما روز موز نداشتیم، اصلا این ویدیو نمی اومد. امروز رو به فال نیک بگیر، خدا رو شکر که امروز بود و بهونه ای شد تا ما دوباره همدیگر رو ببینیم. آره قربونش، کاش حداقل روز جهانی چایی بود. خلاصش داشاب آبجیا، این شبکه نقلی یوتیوب ما رو یه هولی بدی شده 40 تا. همینجا یه رقص با همین لنگه 6 و 8 برات میرم، عشقشو کنی. مراقب زیبایی ها و قشنگیات باش، خاندایی میبیند. دلم تنگ اومد، دارو درم و خون صدای زنگ اومد.